عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. از باغ میبرند، چراغ آمیت کنند، تا کاج جشن های زمستان آمیت کنند. پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بار آمیت کنند. یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده ارزانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. یه سلام ویژه مخصوص به همه هموطنان عزیزمون که در خارج از کشور هستن و برنامه ما از طریق شبکه جهانی جام جم دارن تماشا میکنن، و هموطنان عزیزی که تکرار این برنامه رو در بامداد از شبکه سه سیما. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجای ماندگاری عزیزمون. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، همه عزیزانی که شما ازشون نام بردید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و از همه میخوام برای سلامت آقامون وجود نازنین امام زمان دست به دعا برداریم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه و ارزک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. هدیه به ساحت مقدس آقامونم صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار ممنون، متشکرم حاجای ماندگاری. با حاجای ماندگاری موضوع گفتگومون تبدیل زندگی به بندگی است. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسات گذشته به بحث حلال ها و حرام ها رسیده بودیم که مباحث خیلی خوبی مطرح شد، خیلی از شما استقبال کردید، پیام هایی به دست ما رسید در جلسه گذشته.
خب ما به موضوع تکریم قرآن پرداختیم و مسائلی که پیش آمده بود. بذارید برگردیم حاجا به بحث خودمون. پیام هایی از دوستان عزیز ما به ما رسیده که من اجازه میخوام از شما و از همه بیننده های خوبمون که به بعضی از این پیام های اشاره داشته باشیم و نظر شما رو هم جویا بشیم. این سوال رو بشنویم. آقای شریعتی سلام. علیکم السلام. گفتن که مدتی است ماهواره ها به شدت تبلیغ منافع شراب را میکنند و افرادی هم که پای این سفره می نشینند حرفای اونها رو به گوش بقیه می رسونند و متاسفانه بعضی پزشکان نیز در نسخه های خود اون رو تجویز می کنند. ایشون گفتن که خواهش میکنم از کارشناساتون بخواید قسمتی از مباحث خودشون رو به این امر مهم اختصاص بدم و نظر دین رو در این مورد در اختیار بقیه بگذارن، چرا که خطر بزرگی جوانها و حتی نوجوانهای زود باور ما رو که آشنایی لازم با احکام دینی ندارن رو تهدید میکنه. خیلی ممنون، متشکر از برنامه‌تون. ما هم از شما متشکریم. حالا بشنویم پاسخ جای ماندگاری رو، ببینیم ایشون چی تجویز میکنن. بعد عرض بکنم که یه وقت هست ما نسبت به احکامی که خدا فرموده واجب و حرام از دیدگاه منفعتها و ضررهاش نگاه میکنیم. این حرف و حدیث ها میتونه خیلی ارزم به خدمتتون ایجاد شک بکنه که آقا اگه گفتن فلان چیز ضرر داره، ما از فلان متخصص شنیدیم که ضرر نداره، یا اون زمان ضرر داشته حالا مثلا بهداشتیشو درست کردن که ضرر نداشته باشه. ما اصلا از این باب نمیخوام وارد بشیم. ما میخوام بگیم که بابا ما از هر وسیله‌ای میخوام استفاده بکنیم برای بهترین راه استفادهش میریم از سازندش بپرسیم. خدایی که خالق من و شماست، خدایی که خالق هم من و شماست هم همه هستی، و خدا این خالق مهربانم هست، حکیمم هست، مربیم هست. یعنی خالقی نیست که ما رو خلق کرده باشه و بازنشسته شده باشه رهامون کنه، بالا سر ما واسطاده، خواهد ما رو تربیت کنه. یعنی هم خلقمون کرده، هم راه تربیت رو او خودش برامون گذاشته، نسخه رو اون داده، مربیگری رو خودش انجام میده، تنبیه و امتحان رو خودش داره، تشویق رو خودش داره، همه امور عالم رو داره تدبیر میکنه. اگر بهش اطمینان داریم، اون فرموده این نوشیدنی برای این ساختار وجودی تو اولا، برای روند تربیت تو ثانیاً، برای نوع ارتباط تو با عالم هستی ثالثاً، ناسازگاره. فرض میکنین هیچ آیه و روایتی هم اون نوع ناسازگاریشو نگفته باشه. این مثال ساده، عزیزی مثال قشنگی میزدن. آقای شریعتی عزیز به من میگن که آقا بودو تا سر کوچه. یه وقت من میگم که برای چی برم سر کوچه؟ شما معلوم میشه که خیلی حرف شما برای من اعتباری نداره. شما میگید که آقا سر کوچه ظاهرم دارم یک سکه‌ای به هر کس میدم. خب اینجا دیگه معلوم شد من به خاطر حرف آقای شریعتی نمیرم، به خاطر سکه دارم میرم. هر کس دیگه هم میگفت میرفتم، نیاز نداشت آقای شریعتی بگه، بابا بگه، پیغمبر بگه، امام بگه. اون منفعته رو دارم میبینم میرم، اون ضرره رو میبینم نمیرم. اما یه وقت آقای شریعتی به عنوان یک مربی، به عنوان یک پدر، به عنوان یک دوست رو قبولش دارم، چون بهش اطمینان دارم و میدونم حرف لغوی نمیزنه، حرف بی ربطی نمیزنه. اون میگه برو، یا میگه اینجا نرو. دیگه نمیپرسم چرا، دیگه نمیپرسم چرا، چون یقین دارم. حالا ببینید، این شمایید و یک فرد غیر معصوم. حالا ببینیم سراغ خالق. خالقی که ظلم نمیکنه، لیس بظلام للعبید. خالقی که جهل درش را نداره، لغو درش راه نداره. هر چه هست حکمته، هر چه هست بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه. خدا گفته نخور، بگو چش. حتما لازم نیست این ضرر داشته باشه. اصلا شنیدن حرف او برات فایده داره و تمرد از حرف این برات ضرر داره. چون یه وقت میگن آقا مثلا میگید مشروب نخور که فلان اتفاقات پشت سرش میاد. خب ما اصلا فلان اتفاقات مواظب این پشت سرش نیاد، کم میخوریم، با آب قاطی میکنیم میخوریم.
آخر شب میخوریم، با خانوادهمون هستیم میخوریم، اصلا بستر بر اون اتفاقات نیست. نه، ما نمیگیم بی خاطره نخور، میگیم چون خدا گفته نخور. اگر عادت کردی که اونچه که خدا گفته انجام نده تمرد کنی، تو دیگه عبد نیستی. یعنی شایدی وقتایی در کنار اوامر و نواهی خداوند متعال حکمت و فلسفه اون آمده باشه، ولی قرار نیست همه جا آمده باشه. لذا شما ببینید گاهی وقتا خدا بعضی از امتها رو از حلال منع کرده. قوم طالوت، خدا فرمود اینقدر آب بیشتر نخورید، آب که حلال بود، آب که عیبی نداشت که. یا من به عزیزی گفتم نیاز نیست از قوم طالوت مثال بزنیم، تو سفر حج انشاءالله خدا نصیب روزی همه بکنه، تو سفر حج آقا آینه نگاه کردن اشکال داره؟ نه. خدا فرموده محرم نگاه نکن، کنار همسر حلالتی استفاده های خاص زناشویی نداشته باش. آقا یک عرضم به خدمتتون، حشره چیزی اومده رو بدن نشسته، مواظب باشه نکشیش. برای آقایون زیر سقف مثلا، زیر سایه نرو، سایه تو مسیر زیر سایه نرو که اشکالی نداره که. نه، فقط خدا میخواد ببینه تو اهل چشم گفتن بالاتر، تو اهل اعتماد کردن به یک کسی که از تو بیشتر میفهمه، مهربانترم هست، احاطه هم داره، مربیم هست، مدیرم هست، هزار تا اسم داره. آیا تو اهل اعتماد کردن هستی؟ چون ما ها گاهی وقتا تا صدها بار تو زندگیمون میگیم آقا این کسی که بالا سر ما گذاشتید آدم درست حسابی بذارید ببینید ما فرمان برداری میکنیم یا نمیکنیم. اتفاق افتاده ها، به معلمه میخواد ایراد بگیره، یه معلم بهتر بیارید، یه مدیر بهتر بیارید، یه مسئول بهتر بیارید، یکی نیست در گوشش بگه خدا از همه اینا که بالاتره چرا فرمان برداری نمیکنی. خب ما نخوردن شراب رو از این جهت میگیم، اصلا کار به هیچ چی دیگه‌اش نداریم. اگر من اومدم امر خدا رو زیر پام گذاشتم، گفتم آقا خدا گفته نماز بخون، جوونه اومد به من گفت خدا گفته نماز بخون، آقا من که هنوز نفهمیدم فلسفه نماز چیه، هنوز آثارش رو نفهمیدم، تا هم نفهمم نمیخونم. آقا بارک الله، اما اینقدر میفهمی که خدا از تو بهتر میفهمه؟ گفت آره. گفتم دروغ میگی، اگر این رو درست میگفتی میگفتی حالا که فهمیدم خدا از من بهتر میفهمه، من نفهمیدم به درد کجا میخوره، همین که تو که بهتر میفهمی گفتی میگم چشم. یعنی تو اون چیزی که تا اینجا ما فهمیدیم اینه که اون چیزی که بسیار بسیار مهمه اصل عبودیته، اصل یعنی رابطه بندگیست. که میخواستم یه استفاده دیگه هم ببرم، همین آقا و خانمی که خدایی نکرده میگه آقا من چون ضرر شراب رو نفهمیدم یا باب ضررش رو بستم، آقا من نبه خب با دعوا رفتم، نه به ظاهر شدن عقل رفتم، نه به چی نمیذارم اون اتفاق بیفته. این که با عقل کوچولی خودش میخواد بگینه ولی میخوام شراب بخورم، این داره رابطه‌شو با خدا خدشه‌دار میکنه. خب فردا همین آدم یه حاجتی از خدا میخواد، خدا میگه رابطه تو خراب کردی دیگه. اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، تو رابطه تو با من خراب کردی، چه کارم داره دیگه الان؟ گرفتید؟ اگر تو به من اعتماد نداری که من گفتم این کارو بکن این کارو نکن، چجوری به من اعتماد داری حاجت تو به من میسپاری؟ من میخوام از اینایی که خدای نکرده دارن تخلف میکنن این سوالو بپرسم، شما که اعتماد ندارید خدا گفته نماز بخون به نفعته، مشروب نخور به ضررته، با چه اعتمادی میگید خدای مریضمو شفا بده؟ شاید خدا مریضتو بکشه. خب شاید تو گفتی شفا بده بدترش کنه. اگر اعتماد داری که اون میتونه خوب کنه، میتونه خراب کنه، میتونه ضرر برسونه، میتونه قدرت شو داره، اگه اعتماد داری که اون میتونه، پس به اون بخش اولش هم اعتماد داشته باش. چرا نؤمن و به بعض و نکفر و بعض اینجا هم میاد ها؟ چون اینا مسلمان داره اتفاق میفته. به قول شما این خواهر بزرگوار، این برادر بزرگوار که پیام میده سوال میکنه توی جامعه اسلامیه، آجا نشستیم یه ماهواره گوش کردیم، اینا آدم های دائم الخمر هم نیستن، اینا یه باره دو باره، یه شب تو عروسیه، یه شب تو مهمونیه، یه تعارفش میکنن، خدایی نکرده اینا مسلمونه. تو اگر مسلمونی اونجا اعتماد به خدا کردی، امر تو واگذار کردی به خدا، خب اینجا چرا اعتماد نمی کنی؟ پس میبینی معلوم شه دروغ میگی، خدا هم باید یه جور دیگه رفتار میکنه. یعنی میخوام بگم یک تخلف رابطه بندگی رو خدشه‌دار میکنه. حاجا میشه گفت توی این حالت ما خودمون در برابر خداوند متعال ایستادیم؟ معناش همینه.
با یک تخلف عمدی سهوی نه یه وقت قفلته یه وقت خطایه نمیدونستم ولی این میدونه داره اینجور سوال میکنه این که میگه آقا من یه کاری میکنم که پشتش دعوا نباشه این میخواد بگه من فکر میکنم حرمت شراب به خاطر اون دعوایی که پشت سرش میاد چاقو کشی که پشت سرش میاد اتفاقاتی که پشت سرش میاد خدایا ما تو رو ما کم حساب کردی یا ما یه کاری میکنیم و اتفاقا پشت سرش اتفاق نه من میخوام حرمت شراب بگم فقط به خاطر که من خدا گفتم به بوچش همین چون تو اگه عادت کردی سرپیچی کنی یعنی مقابل خدا ایستادن کسی که مقابل خدا بایسته دیگه کاری دیگه شو خدا واگذار نمیکنه وقتی چکش میخواد وا بخوره به خدا نمیگه آی خدا به دادم برس تو که به خدا اطمینان نداری که اصلا وقتی با آجای آدم در مورد احباط و تکفیر صحبت میکردیم آجای آلی اشاره داشتم به این که تو هفت اعمال اون چیزی که موضوعیت داره و اون چیزی که اصل منیته یعنی در برابر خدا ایستادن کسانی که اینجور برخورد میکنن داره میگه آره داره میگه من میفهمم در مقابل خدا بذار اینجا مقایسه کنیم با وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که پیغمبر رفتن به معراج پیغمبر عالم اولین و آخرینه خدا از پیغمبر سوال کرد فرمول زندگی به عیش زیبا رو میدونی؟ پیغمبر بچه جواب بدن؟ معمولا بعد محمد چیزو میدونم از پیغمبر فرمولن خدای لا؟ نمیدونم نه نمیتونم من در مقابل تو هیچم اینایی که دارن اینجور میگن که آقا ما فلسفه نماز رو هنوز نفهمیدیم ما که هنوز فلسفه حجاب رو نفهمیدیم ما که فلسفه خمس رو نفهمیدیم ما که فلسفه زکات رو نفهمیدیم ما نفهمیدیم برای چی ریشتراش حرومه ما نفهمیدیم برای چی شراب حرومه ما نفهمیدیم برای چی مثلا رابطه نامشروع حرومه نفهمیدیم برای چی نزول و ربا حرومه اینا میخوام بگن خدای تو که گفتی حرومه ما به این حروم گفتن تو اعتماد نداریم یا تو هستی ما هم هستیم خب ما رو ما لاغر محمدی از ما میپرسیدی دیگه نعوذ بالله این خیلی گاهی وقتا میگه حاج آقا این لوازم رو از کجای حرف من در آوردی میگم از عمل شما دارم در میارم از نوع رفتار شما دارم در میارم حتی تو یه تعبیر دیگه وقتی تو همین برنامه ما راجبش صحبت کردیم که وقتی خداوند این همه نوشیدنی های حلال در اختیار ما گذاشته و گفته از اینها استفاده بکنید و لذت ببرید بخورید و بیاشامید این یه دونه رو گفته مثلا شما نخورید وقتی ما رو همین اصرار میکنی یه نوع لجبازی که دیگه با خود بانه اتا پا گذاشتن و تعبد من خاطرم هست که خاطره شیرینی هم توی قصه یک عزیزی نقل میکرد که ما میتونیم با این قصه همین که این منافات با تعبده داره قرار نیست من بفهمم همه چیز رو عزیز بزرگوار متدینی وارد اتوبوس شده بود دیده بود که خب نوار موسیقی مبتذل گذاشتن به راننده گفت آقا میشه لطف بفرمایید خاموش کنید حالا راننده بنده خدا شاید می‌خواسته خاموش کنه داد 5 نفر تو اتوبوس گفت ای آقا مقدس بازیات چه در ورز خوده خوشگو مقدس بازیات چیه ای آقا میگه دیدم یه آقایی با خانومش کنارش نشسته بود اونم داره خیلی داد میزنه گفتم ببخشید آقا ایشون که کنار شما نشستن خانم شما گفته بله آقا معذرت میخوام ایشونو عقد کردید کنار خودتون نشوندید یا همینطوری دستش گرفتید از کنار خیمون آوردید کنار خودتون آقا یعفا چی ما عقد کردیم به خدا فکر کرده مثلا این میخواد گیری چی بهش بده تا ما عقد کردیم تو مرد سوی چرا مقدس بازی از خودت در بودی اینا خدا گفته خو گفته نه آقا گفته همون خدایی که گفته این زن رو با عقد کنارت بنشون و الا حرامه همون خدا گفته شنیدن این صدا حرامه کلی صدا حلاله این موسیقی مبتذل حرومه اگر این مقدس بازیه جلوشو بگیریم اونم مقدس بازیه ببین گاهی وقتا بعضی از لوازم حرفامونو نمیدونیم به کجا میخوره تو نؤمنو به بس شدی نکفرو به بس شدی الان همین آدم چرا مثل بعضی از آدمای دیگه چرا فقط مشروب میخوره چرا نمیرن آشغال و کثافت بخورن خب خدا اونم گفته حرومه ولی اونم میفهمه ضررشو میفهمه خب اون که به قول همون مثال قبلی که من سر شما گفتم اگه ضررش رو کاملا بفهمم نفعش رو بفهمم که تعبد معنا نداره که من در واقع تسلیم شدم تسلیم نفع و ضرر اون که خودم فهمیدم تسلیم فهم خودم شدم ما میخوایم تو بندگی تسلیم فهم خدا بشیم چشم همین. بگیم چشم گفته ان اعبدونی شما بنده من باشید هازا صراطم مستقیم همین که منو باور کنید و شما عبد بشید بگید چشم این میشه بندگی بسیار خوب خیلی نکات خوبی مطرح شد ضمن اینکه وقتی که
سوالات از این دست رو ما میپرسیم و نکاتی رو کارشناسای خوبمون مطرح میکنن. بعضی از هموطنان عزیزمون و دوستانمون بر ما پیام ارسال میکنن، میگن که حالا تعامل ما با این افراد چگونه باید باشه. اینو ان شاءالله در یک جلسه مجزا بهش خواهیم پرداخت. کسانی که با این افراد در ارتباط هستن چیکار باید بکنن؟ ان شاءالله در یک فرصتی به این مسئله میپردازیم و دغدغه های شما رو پاسخ خواهیم گفت. یک سوال دیگر هم من مطرح بکنم و یک پیام دیگری رو که در راستای همون بحث حلال و حرام که در جلسات گذشته با جای ماندگاری بهش پرداختیم. سلام و احوالپرسی کردند، گفتن که از آقای ماندگاری بپرسید که من برای مداوای فرزندم وام خریدم، اگر این کارو نمی کردم، یک، باید می رفتم خدا نکره نزول می کردم، دو، یا می گذاشتم بچه‌ام تلف بشه. حالا شما بگید که تکلیف من چیه و چی کار باید بکنم. اینم نقطه سیگار مانده بریم. ایشون یک حکم فقهی دارن که حتما از دفتر مرجع تقلیدشون سوال میکنه. من متخصص احکام نیستم و جوابم نمیدم. مگر حالا مسائل ساده تر و عمومی تر رو که چون بنام نداریم اینجا حالا پاسخگوی مسائل احکام فقط بشه. عزیز خودم آقای فلاح زاده و عزیزان دیگر پاسخگو هست. اما میخوام تو اون بحث حلال و حرامی که اینجا ما شروع کردیم و گفتیم بیام همه کمک کنیم، نگذاریم سفره حروم پهن بشه، نگذاریم مردم تو بنبست کوچه حروم گیر بکنن، یعنی هیچ راه فراری جز حروم نداشته باشه. اطرافیان این قصه این عزیز، یک، من میخوام اول برم سراغ بانکیای عزیز. اون بانکیای عزیز که فهمیدن ایشون برای هم مسئولین بانک هم کارمندان بانک، ما میخوایم بگیم که مسئولین محترم بانک، چرا باید تو جمهوری اسلامی ما حساب نکنیم؟ چون بانک یه مؤسسه خدمات دهیه، نه فقط مؤسسه سرمایه گذاری. مخصوصا بانک از نگاه جمهوری اسلامی که این قدم الحمدلله تمام شبکه ها تبلیغ میکنن قرض الحسنه هاشونو. من نمیدونم این قرض الحسنه هاشونو به کی میدن، خارج از کشور اگه اینا میدن به ما یه گزارش بدن، چون همش دارن میگن آقا بیاد در این کار خیر قرض الحسنه فلان بانک بانک بانک، ولی نمیدونم اینا کجاها میره. بیاین خدمات بانک رو اونقدر متنوعش کنیم که کسی مجبور نشود به یک نام وام بگیرد به نام دیگری خرج بکنه که شبهه داشته باشه. مثلا وام خود رو بگیره برای مداوای بیماریش، برای مداوای بچهش خرج کنه. ما بیایم برای مداوا هم یک ردیف بگذاریم، برای تعمیر ساختمون هم حتما دارن، برای خرید دارید، برای ادای قرضاش بگذاریم، برای رفع گرفتاری هاش بگذاریم، برای عرضم به خدمتتون که نمیدونم نابسامانی های دیگر موضوعات مختلفی. یعنی اگر بیان سیستم بانکی مملکت ما که واقعا باید نگاه در او قرض الحسنه باشه، نگاه در او خدمات دهی باشه، نگاه به او در او دستگیری باشه، موضوعات مشکلات جامعه رو همه رو در نظر بگیرن یا تقسیم کار بکنن تا مردم مجبور نشن به این وادی بیفتن. یعنی انواع وام ها متنوع باشه، متنوع باشه به تناسب تمام مشکلات و مشکلات و نیازهای مردم. دو، کارمندان عزیز بانک، مگه شما ندیدید مشکلی بنده خدا رو؟ چون اینجور افراد وقتی وارد میشن به چند نفر میگن آقا راهنمایی میکنید، من بچم مریضه، دارید برای این ردیف؟ نه آقا، برو از یکی وام بخر، برو به یکی بگو بیاد وام چی بگیره، شما هم استفاده بکن. من میخوام این کارمندان بانک اگر یک ماه اضافه کاریشون قطع میشد، نزدیک عیده، عیدیشون به تعویق بیفته یا قطع بشه، پاداششون قطع بشه، حقوقشون به عقب بیفته، همه با هم یه نامه نمی‌نویسن، تومار نمی‌نویسن، در فریاد نمی‌زنن که وا اسلام و چرا به ما رسیدگی نمیشه. بیاد تمام کارمندای بانک به قول تقاضا از پایین، به قول بعضیا فشار از پایین، چانه زنی از بالا بشه، تقاضا از این ور بشه، تمام کارمندایی که میدونن مشکلات مردم رو لیست بکنن، مشکلات مردم را در قالب یک نامه به مسئولین بانک و مسئولین مملکتی و مجلس و بقیه دستگاه ها بدن که آقا ما داریم تو خط مقدمه برخورده با مشکلات مردم و این نیازهای مردم و این مشکلات مردم. اگر میخواهید مردم به حرام نیفتن، برای این عنوان ها وام در نظر بگیرید، برای این عنوان ها قرارداد کمک و خدمات رسانی برای مردم در نظر بگیرید، ولی ما شاهدیم که مردم دارن تو حروم میفتن. ایدو اطرافیان این برادری که اینجوری به مشکل افتاده،
این برادر یه اصرافیانی هم داره دیگه، اقوامی هم داره. به نظر شما اونا هم هیچ مسئولیتی ندارن؟ چون ما گاهی وقتا میبینیم یه بنده خدایی احتمالاً داره به گناه میفته، بگیم به ما چه دیگه، مشکل اونه. یه پیامک قشنگی برای من اومده بود، نمیدونم تا حالا کسی ندیدم پیامک اینجا بخونه. موشی به عرضم مرغ و خروس خونه، به گاو و گوسفند خونه گفت که من تو تله افتادم، بیاد کمک هم کنید. گفتن تله مشکل تویه، به ما چه؟ خانم خونه تلهی درست کرده بود برای موشه، گفتن مشکل تویه، به ما ربطی نداره. خانم خونه تو مریضیش مریض شد، برای رفع مریضی خانم مرغه رو سر بریدند، سوپ درست کردن، خانم از دنیا رفت، گوسفندر هم سر بریدن، گاور هم سر بریدن برای مراسمش یا برای نظر و نزوراتش. گاهی وقتا اگه ما مشکل کسی دیگر رو مشکل او بدونیم نه مشکل خودمون، فردا اون مشکل میاد تو خونه ما، بقیه هم همین نگاه رو به ما میکنن. من میخوام بگم اطرافیان این مسلمون و مؤمن کسی نبود به این بزرگوار یک کمکی بکنه که این بزرگوار با این وضعیت به این مشکل نیفته. بارها گفتیم اگر میخواهیم بسترساز حلال برای زندگی های مردم باشیم، بیم نگاه کنیم اینیم کی داره از کدوم کوچه و از کدوم مسیر تو حروم میفته، بگیم آقا این راه حلال هست، اگه گفت بلد نیستم بگیم ما کمکت میکنیم. خیلی الان نامه میدن، پیامک میدن، تلفن میزنن، حاجا ما افتادیم به نزول گرفتن، همین عزیز که گفت حاجا ما افتادیم بین رشوه دادن، حاجا ما افتادیم بین حروم خوردن، حاجا ما افتادیم. میگم شما، بعد به ما میگن شما کمک کنیم، میگم من که نه توانشو دارم، نه لیاقتشو دارم، نه توفیقشو دارم، نه امکانشو دارم، نه من، همه عزیزانی که اینجا دستن در کارن در حد خودشون، منم باید دورور خودم و وظیفه دارم ببینم. ولی گفتم شما یه نفر تو اقوامتون بلندشه 20 آدم جمع بکنه، این 20 آدم یه حد اقل هایی رو بذارن مشکل شما حل میشه. بله واقعا همینطوره به خدا، مخصوصا ببینید در آستانه عید هستیم. من خیلی دوست داشتم از این هفته، این دو سه هفته باقی مانده رو یکم عید حلال و عید حروم رو برای مردم بگیم. چه خوب، چجوری میشه شادیامونو، چون بعضیا فکر میکنن که توی شادیهامون اصلا نمیتونیم با نگاه دین بریم. البته الحمدلله رسانه قشنگ ما هم داره همینجوری نگاه میکنه، لذا به ما از همین الان میگن تو ایام عید برنامه سمت خدا، برنامه مذهبی معارفی تعطیل ظاهرن، که من همینجا با تمام ادب و احترام انتقاد میکنم. ما میتونیم از نگاه دین و مذهب هم شادیای قشنگی داشته باشیم، حضور داشته باشیم، احکامش رو به شادیا رو جهت بدیم. ببینید الان یک عید میشه یک کانون تجمع اقوام، دوستان، آشنایان، فقط به قرمخشا هم نیست، مردم یه دفعون زروزی فرصت دارن تا جایی که میتونن دور هم جمع میشن. خوی دور هم جمع شدن ها اگر از اطلاع از احوالات هم دیگه باشه، تفاخر به هم نفروشیم، دروغ به هم دیگه نشون ندیم، ادا اصول برای هم دیگه در نیاریم، اسراف و تجمل و تبذیر نباشه، بیم یکم بررسی بکنیم توی نشستن ها آرومکی بزرگترم محور بشه، دو تا بزرگترم محور بشن، فکر میکنم فلانی مشکلی داره ها، که فلانی مشکلش حل شد، مشکلش حل شد یا نه. یک مقدار تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. بزرگترین تعاونی عالم هستی رو خدا تو قرآن برای ما اول سوره آل عمران فرموده. بیم ایام عید رو تبدیل کنیم به تعاونی بر و تقوا. ان شاء الله بهش میرسیم. حالا یعنی چی توضیح میدم؟ اما متاسفانه داره تبدیل میشه به تعاونی اسم و عدوان. یعنی مثل که همه میخوان هم دیگه رو هول بدن که همه با هم گناه بکنیم. مثل که یه وقتی هم قبلا بارها جای ماندگاری اشاره کردن که حالا برای که باید خودمون تلاش بکنیم دیندار باشیم، اگر به دینداری دیگران هم کمک بکنیم اتفاق بسیار بسیار مبارک و فرخنده خواهد بود. این حیات دیگران و حیات جامعه. بله بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. جای ماندگاری نکات خیلی خوبی مطرح شد، انشالله دوستان عزیزمون مد نظرشون باشه. صفحه 527 قرآن کریم آیات 27 تا 44 سوره مبارکه نجم از جزء 27 مصحف شریف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. بله جای ماندگاری هم یادآوری کردن، دیروز هم من عرض کردم خدمتتون این سوره از سوره هایی که سجده واجبه داره. بانوان عزیزی که باید مراعات بکنن، خواهش میکنم به این نکته توجه داشته باشن. باز میگردیم با احترام همراه شما. اللهم صل على محمد و
على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خواندان پاکش ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق بده که به این آیه های نورانی بتونیم عمل بکنیم و در زندگیمون ان شاء الله اونها رو به کار بگیریم از همینجا هم سلام میگیم به امام رؤوف ما امام علی ابن موسی رضا و یک نکته از این صفحه میشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو در محضر جای ماندگاری خواهیم داشت من هم با عرض ادب به ساحت مقدس قرآن ناطق آقا علی ابن موسی رضا و قرآن صامت این آیه رو میخوام اشاره بکنم که همین مردم عزیز ما بلدن لیس للانسان الا ما سعا خدای تبارک و تعالی توی قرآن سه تا تعبیر داره یکی گفتن از تو حرکت از خدا برکن تو بحث حرکت سه تا تعبیره یکی همینه هر انسانی به اندازه سعی و تلاشش مزد میگیره دو فرموده قرآن سرعت بگیرید تو سعی و تلاشتون و سار و الی مغفرته یو سارعون فی الخیرات سرعت مرحله بالای سعیه سعی بیشتره تعبیر سومی که خدا فرموده اون چقدر قشنگ میدون رو برای رشد ما باز گذاشته فرموده سبقت فاستبقوا الخیرات و بعد فرموده و سابقون السابقون اولئک المقربون من احساس میکنم هم افراد تو جمهوری اسلامی
هم افراد حقیقی هم افراد حقوقی، مثل بانک ها، مثل نهادها، مثل سازمان ها، بیاید همه دست به دست هم بدیم، سبقت بگیریم برای انجام حلال و جلوگیری از حرام. ببینید چه صحنه زیبایی شد انتخابات. همه مردم سبقت گرفتن برای اطاعت از امر خدا و دین و ولی امرش. واقعا باور نمی کردیم. این حضور بی قشنگی شیرینیش هم مال خودمون بود. روسیه‌ای هم به زغال موند. دشمن ها فهمیدن که هرچی تلاش بکنن انگار آب تو هاون کوبیدن. من نسبت به اون سوال قبل از تلاوت که اون عزیز به گرفتاری افتاده بود برای مریضی بچه‌ش، به عنوان یک احتمال میخوام بگم، نمیخوام بگم قطعی. ما بزرگان به ما یاد دادن که وقتی یه مالمون گم میشه، یه مالمون رو دزد میبره، میگن اول بیا فکر کن این مال رو کجا باید خرج میکردی، نکردی اینجوری شد، تنبیه شدی. من میخوام به بانک های جمهوری اسلامی بگم، وقتی میگن آقای پولی رو از بانک های جمهوری اسلامی دزدیدن، اختلاس یعنی دزدیدن دیگه، به ناحق مصرف کردن، آقایون مسئولین نمیخوان احتمال بدن که این پول چرا در مسیر، کدوم مسیر حلال باید قشنگ خرج میشد که نشد و این اتفاق افتاد. اگر این 3000 میلیارد در مسیر قرض الحسنه و گره گشایی مردم خرج میشد، 4 نفر آدمهای شیطان صفت و با نفوس پیدا نمیشدن این مال بیت المال جمهوری اسلامی رو به تاراج ببرند و برن بعضیاشون هم اوور آب ریش همه ماها بخند. فاعتبرو یا اول الابصار. بسیار خوب، اینم نکته بود که حاجی ماندگاری بهش اشاره کردن. خیلی خوب آقا، بسیار ممنون، متشکرم ازتون. یادتونه چند هفته پیش بود یه پیامی رو من خوندم که یک مادری گلایه کرده بود از مدیر مدرسه‌ش، اونا مدیر مدرسه دخترش، که اتفاقا اون دختر خانم هم از مهاجرین بودن و گفتن که مدیر مدرسه دختر ما رو برای جشن تکلیف نبرد وقتی که حتی دوربین تلویزیون می‌خواست بیاد. مهاجرین مظلوم. بله. پیام‌های بسیار بسیار زیادی داشتیم. یک نمونه از این پیام‌ها رو من بخونم خدمتتون. با سلام خدمت همه سمت خدایی‌ها، من خودم یک مادر هستم دارای 2 دختر دبستانی. هفته گذشته که نامی اون خواهر افغانی رو خوندید، بغض در گلوم گیر کرد و اشکم جاری شد. و از کار اون مدیر متحیر شدم که چرا با این کار نسنجیدهش دل چند نونهال عاشق به نماز رو نسبت به دین خدا سرد کرده و هم دلشون رو شکسته و ما رو با این کار شرمنده کرد. حال از شما و آقای ماندگاری خواهش میکنم یکی از اون قرآنهایی رو که قصد دارید اهدا کنید با یه هدیه دیگه از طریق صدا و سیمای مشهد به ایشون بدید. خدا وکیلی دست خودمون تنگه و شوهرم بیکار، تازه چند روز مشغول کار شده و هنوز یک جفت جوراب برای بچه های خودم نخریدم، وگرنه یه هدیه خودم براش میفرستادم. با تشکر از برنامه خوبتون. خوشم اومد. چون باید تحسین کنیم این روحیه رو. این همون روحیه‌ای که پیغمبر خدا میخواد، میپسنده. خدا میپسنده. پیغمبر فرمودن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. هر کی واقعا یک شب رو بدون دغدغه مسلمانی بگذرونه مسلمون نیست. این مادر بزرگوار واقعا باید تحسین کرد به این روحیه، با وجودی که دست خودش تنگه، چون مسلمانی لازم نیست حتما پول داشته باشه. خادم معنوی امام رضا شدن لازم نیست فقط پول داشته باشه. خادم معنوی امام رضا یعنی همین خانم. پول نداره، حتی برای یه جفت جوراب هم پول نداشته، ولی آرزو میکنه خدایا، اولا ناراحت از اون عمل زشتی که انجام شده، آرزو میکنه اگه از دستش برمی اومد خودش هم بتونه کاری بکنه. تو دلش هم منقلب شده. من تو شنیدم خیلی از مدیران مدارس و معلمین، بله، به جای اون بنده‌های خدایی که از رو غفلت هم بوده، انشالله از رو امن نبوده، اون خطا رو انجام دادن، عذرخواهی کردن و اونها هم متأثر شدن. این یعنی مسلمانی، اینکه فکر دیگران بودن. این یعنی خادم معنوی امام رضا. ما بارها گفتیم خدمت به دیگران اینه که یا با دست خودم خدمت بکنم. یه بار دیگه داریم میگیم، چون خیلی ها به من میگن آقا این بحث خادم معنوی رو نذارید کم رنگ بشه، من میگم بینندگان عزیز، مؤمنین، مؤمنات، دخترا، پسرا، حداقل یک خدمت اینه که آرزو کنم و دعا کنم. اگه دستم میرسه خودم یه گرهی رو باز کنم، اگر دستم میرسه آدرس جایی که گره باز میکنن بهشون بدم،
یه خدمتی بینا بشه. دستم نمیرسه تو مرحله سوم دستام به دعا بردارم بگم خدایا توفیق بده من بتونم گرهشون باز کنم، یا خدای خودت من حیث لا یحتسب گرهی بنده خدا رو باز کن. همون دعایی که شما دیروزم تو برنامه عزیز خودم آقای فرهزاد متذکر شدید که وجود نازنین پیغمبر، اصلا این دعا رو به ما یاد دادن برای ایجاد همین روحیه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اقن کل فقیر، اللهم اشبع کل جای. یعنی من همیشه آرزوم اینه که هیچ گرسنه‌ای نمونه، هیچ محرومی نمونه، هیچ بیخونه‌ای، کسی بیخونه نمونه، کسی بیفرزند نمونه، کسی مقروز نمونه، تو راه نمونه. این روحیه به من رشد میده، این همین روحیه دینیه، روحیه ایست که عرضم تمام لحظات من رو نورانی میکنه و معطر میکنه به عطر اخلاق خوش محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خیلی ممنون از پیامتون، حتما برمی سمت خدا این کار رو خواهد کرد. به پیشنهاد شما احترام میگذاریم و تحسینتون میکنیم. یک نکته هم در مورد طرح بزرگ اهدای قرآن کریم من عرض بکنم، و اون هم این که پایان اعلام مشارکت شما دوستای عزیزمون تا پایان روز جمعه است، یعنی دیگه تا جمعه دوستان عزیزی که میخوان مشارکت بکنن انشاءالله اعلام آمادگی بکنن. روز شنبه یک اتفاق خیلی خوب افتاد، و اون همین که در سال روز وفات از فاطمه معصومه سلام الله علیها همون مشرف بودیم شهر مقدس قم با حاجی حسینی برامر تقدیم بیننده خوبمون کرد. علاوه بر زیارت پرخیر و برکت از فاطمه معصومه سلام الله علیها، یک اتفاق خوب دیگه هم افتاد، و اون همین که ما توفیق داشتیم بر بچه های سمت خدا کارشناس های خوبمون مشرف بشیم به محضر حضرت آیت الله جوادی آملی. خیلی صحبت های خوبیشون فرمودن که انشاءالله در یک فرصت مختزی ما فرمایشاتشون رو هم پخش خواهیم کرد، اما تکه هایی از مراسم اون روز و دیدار اون روز رو دوستان عزیزمون آماده کردن با هم ببینیم. برمیگردیم انشاءالله در ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید. بسیار خب، حالا انشاءالله بخشی از فرمایشات حضرت آیت الله جوادی آملی رو هم خدمتون در روزهای آینده انشاءالله دوستانمون آماده میکنن و تقدیم حضورتون خواهیم کرد. عرضم به حضورتون که خیلی از دوستان عزیزمون حاج ماندگاری بعد از طرح اهدای قرآن کریم در سمت خدا که مطرح شد
دوست داشتن که قرآن‌های اهدایی مزین بشه به دستخط کارشناس‌های عزیزمون. اما همه کارشناسان خوبمون متفق القول بنا رو بر این گذاشتن که عزیز بزرگواری مثل حضرت آیت الله جوادی آمودی یک پیامی رو بدن و انشالله تقدیم بیننده های خوب برنامه سمت خدا بشه همراه این قرآن ها. پیامی رو حضرت آیت جوادی آمودی به برنامه سمت خدا و طرح بزرگ اهدای قرآن کریم دادن که من میخوام این پیام رو الان قرائت بکنم و اگر نکته‌ای هست از زبان حاجی ماندگاری عزیزمون بشنن. بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. یک، هر چند ساحت آفرینش تجلی خداست، الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، لکن قرآن کریم تجلی ویژه الهی است. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رعاه. دو، بهترین راه اعتصام امت اسلامی به حبل متین خدا بعد از تلاوت صحیح و تحقیق مفاهیم و علوم آن تحقق عینی مطالب قرآنی است. در این حال حامل قرآن سهمی از تجلی فیض خاص را می‌یابد و واجد آن می‌شود و این دارایی عینی بعد از آن دانایی ذهنی است. سه، محقق قرآن پژوه و متحقق به آن به برکت مجلای کلام الهی سهمی از بقا داشته و حفظ خدا شامل وی خواهد شد. اگر العلماء باقون ما بقیت ده برای آن است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. چهار، نظام الهی که همکنون خاور میانه و دور، باختر میانه و دور، بلکه سپهر نیلگون را مستحق حکومت قرآنی می‌داند، برای آن است که جهاندانی و جهانداری و جهان‌آرایی ویژه علوم وحیانی خداست. امید است همگان به این فیض فائز شوند. العبد جوادی آملی، اسفند ماه 1390. بسیار ممنون، متشکریم از دوستان عزیزی که ترتیب این دیدار رو دادن و ممنون از حضرت آیت الله جوادی آملی که واقعا با یک نگاه ویژه و با رهنمودهای ویژه‌شون یک سهمی داشتن در سوق دادن هموطنان عزیز و بیننده های خوبمون به سمت خدا و ارشادهایشون قطعا مد نظر ما خواهد بود. اگر نکته هست و جای ماندگاری بفرمایید میشنویم. من هرچند توفیق حضور در این دیدار و استفاده از مقصد استاد بزرگوار رو نداشتم. جاتون خیلی خالی بود. هم جای ما خالی بود، هم جای عزیز دلمون و جای مهندسی رحمت الله. خدا رحمت شما. آقای مهندسی در اون دیار باقی بودند و ما در این دیار فانی بودیم. اما کم توفیق و این مقدار مشکلی داشتم. خدا نتونستم. ما کمتر از 4 دقیقه وقت. بله. من میخوام بگم حضرت استاد این نکته رو اشاره فرمودن که ماها خیلی نگهدارنده قرآن نیستیم. نگهدارنده قرآن خداست. تجلی قرآن با خود خداست و با خود قرآنه که کلام خداست. ما اگر خیلی هنر کنیم برای خودمون زور بزنیم، خودمون رو وصل کنیم به قرآن، خدا ما رو هم نگه می‌داره به برکت قرآن. حالا اون انسانی که وصل به قرآن باشه، اون خانواده‌ای که وصل به قرآن باشه، اون حکومتی که وصل به قرآن باشه، اون جامعه‌ای که وصل به قرآن باشه، اون رسانه‌ای که وصل به قرآن باشه، اون نهاد و مجموعه و شخصیت حقیقی و حقوقی که وصل به قرآن باشه، هم جلوه پیدا می کند، هم الگو می شود و راهنما می شود، چون قرآنی خاصیت داره، و هم جاودانه می شود. یعنی یک حیات قرآنی، حیات جاودانه. حیات جاودانه داره. این پیام به نظر حقیر که شاید جایگاه شاگردی این استاد بزرگوار رو هم نداشته باشم، برداشتم از پیامشون اینه. و یه بدید من در یک کلمه بحث امروز رو یه جنبندی داشته باشم. من احساس میکنم که از این دغدغه هایی که مردم عزیزمون توی سالا و پیاما داشتن، خیلی تلفن ها میگن، خیلی اصلا خودی برنامه داره، فکر میکنم ما یک کلمه رو باید قشنگ یاد گرفته باشیم که همه ای ما وظیفمون احیاء دینه در حد خودمون، قبار روبی از دینه. همچنان که نزدیک عید، همه بچه ها دستمال برداشتن، یه لکه کوچیکی که رو دیوار و شیشه میبینن یه دستمال میکشن، منتظر نیستن حتما مامان یه کارو بکنه. مثل این خواهر بزرگوار، مثل اون عزیز دیگه، اگر یه لکه ای رو به ساحت مقدس دین دیدیم که یه کسی وارد کرده،
منتظر نباشیم دیگران بیان این لکه رو پاک کنن، ما هم نقش قباروبی از دین رو داشته باشیم. نگذاریم چهره دین در نگاه همه مردمی که دارن جلوه زیبای دین رو نگاه میکنن لکه داشته باشه و یک آسیب داشته باشه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من یک بار دیگه یادآوری میکنم، روز جمعه آخرین روزی است که شما دوستان عزیز میتونید در طرح بزرگ اهدای قرآن کریم به بیننده‌های خوب برنامه سمت خدا مشارکت داشته باشید. صفحه 523 تلتکس و صفحه اصلی سایت ما سمت خدا سمت.ir جزئیات شرکت در این طرح رو یادآوری کردن دوستانمون و انشاءالله خدا به همتون خیر بده و به همتون توفیق. خدا دعا بفرمایید. خدای محمد و آل محمد به ما توفیق معرفت قرآن، تلاوت قرآن، تدبر در قرآن، عمل به قرآن، توصیه قرآن و تبلیغ قرآن و دفاع از قرآن عنایت بفرمایید. انشاءالله. حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همون حکایت همیشگی. پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر شود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. تا فردا خداوند پشت و پناهتون باشه. آجا متشکرم. صلوات و خواستت اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.